قبل من یه ویدیوی رو درست کرده بودم راجع به اینکه چجوری بتونیم هوش مصنوعی فتوشاپ رو فعال بکنیم و بازدید خیلی خوبی گرفت، ولی چالشی که پیش اومده بود که این اواخر دیگه اون راهکاری که من گذاشته بودم و ادوبی برداشت و دیگه اجازه نداد که ما بتونیم از اون روشی که من آموزش داده بودم استفاده بکنیم. قابلیت خیلی عالی داشت که ما دیگه لازم نبود خیلی از کارا رو به صورت دستی انجام بدیم، اما یک پرامپت رو می‌نوشتیم و اون تغییراتی که می‌خواستیم روی عکس اتفاق بیفته رو توی اون جای خاص تو اون مختصات خاص با اون حالت خاص برام اعمال میکرد و این جنراتیو AI فتوشاپ واقعا عالی بود. همینجوری از عکسای خودمون داخلش استفاده بکنیم، هر تغییراتی که می‌خواستیم به خودش بدیم، همینجوری از عکسای دیگه استفاده بکنیم و حتی یه عکس از صفر برای ما درست میکرد و میآورد بالا. بعد هم می‌تونستیم یه آثار هنری بسیار عالی را داخلش ایجاد بکنیم. ولی خب باز با بسته شدن این راه ما می‌خوایم دنبال یک ابزار خیلی مناسبی باشیم که بتونه این کارهایی که ما تو جنراتیو AI انجام دادیم و بازم برای ما انجام بده و بتونیم بازم از همون ابزار استفاده بکنیم، چون واقعا کارمون رو سریع‌تر می‌کرد و برام مهمه که این ابزار برام رایگان هم باشه. سلام، من بنانم، به کانال من خوش اومدید. توی این ویدیو می‌خوام یه ابزار آلترناتیو فتوشاپ بهتون نمایش بدم که قبلا راجبش حتی آموزش هم گذاشته بودم و این ابزار حتما شما باهاش آشنا هستین و این ابزار وبسایت کانوا هستش. توی کانوا ما برای کارهای مختلفی ازش استفاده می‌کنیم، برای تولید محتوا، درست کردن پست اینستاگرام و لینکدین و همینطور تامنیل‌های خودمون که بسیار راحت‌تر می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. ولی بهترین ابزارهای مختلفی رو که داخل کانوا ازش ممکن شما حتی باش آشنا هم نباشین، همراه با تولید عکس با صدا هوش مصنوعی، همراه با تولید ویدیو با هوش مصنوعی و همینطور ادیت عکس با هوش مصنوعی، همینطور کارهای مختلف دیگه‌ای که اصلا ممکن ندونین میتونستی باهاش انجام بدی. بریم سراغ مانیتور تا کامل بهتون نشون بدم. خب وارد وبسایت کانوا شدیم، روی یوتیوب فامنر من میزنم تا یکی از حالا تمپلیت های اینجا ما میتونیم حالا استفاده بکنیم همراه با عکس های دیگه که هستش که ما میتونیم استفاده بکنیم. مثلا من از این عکس استفاده میکنم، این عکس حالا اینجا آپلود شد. ما حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم مثلا بریم تو بخش ادیت ایمیج. بخش ادیت ایمیج که اینجا اومد، این ماجیک استودیو یکی از ابزارهای اصلی ما هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا ما میتونیم عکس رو ادامه دارش بکنیم، مثلا تو هول پیج رو مثلا اینجا بزنم، ماجیک اسپند رو من اگه بزنم این عکس رو اطرافش رو ادامه دار میکنه. مثلا این با رنگاش بیشتر الان سازگار تره، من اینو انتخابش میکنم. بازن اکو 4 تا مدل مختلف دیگه بهتون میگه که اطرافش ممکن فرق بکنه، اما من اینو انتخابش میکنم. یا حتی میتونیم یه عکس دیگه، مثلا من مثلا میتونم این عکس انتخاب بکنم که یه ذره شلوغ پلوغ‌تره، اما بازم میتونین ببینین که میتونین افزایشش بدین. ماجیک اسپند، هول پیج، یا حتی میتونین به صورت جدا یا حتی به صورت دستی شما بگیرین و اینو افزایشش بدید و هی بالا پایینش بکنید. ماجیک اسپند رو من میزنم، خب میبینین همین الان عکس واسه ما ادامه دارش کرد. اطراف مخ ممکن شکلش فرق بکنه، اما بازم یه جایی هستش که ادامه داره و خیلی جذاب ترش میکنه. مثلا این به نظر من قشنگ تره. ما همین یه بخشش رو خیلی برامون خوشم میاد که ازش استفاده کنیم و الان این ابزار در اختیار ما هستش. باز رو ادیت ایمیج من اینجا میزنم، من مثلا براش رو مثلا میزنم، make the white color look red. خب مثلا الان ببینین حتی واقعی هم درست کرد بچه ها، خیلی چیز جذابی هستش و بتونید ازش استفاده بکنید. الان این کارو کرد، حتی ما میتونیم حالا این بخش رو نگاه کنیم بچه‌ها. این بخش از عکس ها رو می‌بینین، ما اگه بهتون بگن که ما می‌خوایم این بخش ها رو به صورت المنتی جابجا بکنیم، مثلا این بخش رو بگیریم بیاریمش اینور، آیا همچین کاری رو به نظرتون میشه انجام داد؟ با این ابزار ماجیک گراب میشه این کار رو انجام داد. الان این عکس رو دوباره آنالیز می‌کنه و من مثلا روی این کلیک می‌کنم. الان من گراب رو می‌زنم، الان خودش انتخاب کرد من گراب رو که بزنم. به صورت تکنیکال کاری که انجام میده اینی که اول اینو از صفحه جدا میکنه، بعد پشتشو اینجا رو بند مثل اطرافش هم مشخص میکنه و پشتشو یه بک‌گراند جدید میسازه، انگار که همچیزی ساخته شده. و الان ما میتونیم اینو جابجاش بکنیم، بیاریمش اینجا و همینطور میتونیم با همه ابزارهای دیگه هم همه این کارا رو بکنیم. حتی میتونیم کله این بچه مثلا بیاریم بیارمش این ورتر، حتی کلی کارهای دیگه میتونیم باهاش انجام بدیم. حتی گراب تکست هم که حتی هستش، ما میتونیم حتی با نوشتهایی که اینجا هستش هم این کارو بکنیم، حتی تکست هم میگیره بچه. و حتی بخش بیجی ریمووور هم که خب ما اینجا داریم که میتونیم بک‌گراند رو حذف بکنه، ماجیک گرابر هم که دیدیم، ماجیک اسپندر هم که دیدیم و همه این بخش ما میتونیم ازش استفاده بکنیم بچه. خب بچه الان دیدیم که چجوری الان میتونیم با استفاده از ابزار کانوا
به جای خود فتوشاپ استفاده بکنیم و این ابزار بسیار ابزارهاش کامله و واقعا به درد میخوره و خیلی ساده میشه ازش استفاده کرد و حتما حتما ازش استفاده بکنید و اینکه حتما بهم بگید که چه چیزایی رو باهاش ساختی و با من حتما تو بخش نظرها با من به اشتراک بذارید. حالا من با همین ابزارها هستش که بیشتر برای تامنیل های ویدیوی خودم و تامنیل هایی رو باهاش بسازم که جلب توجه بکنم و بتونم بازدیدهای خیلی بیشتر واسه ویدیوهای خودم هم بگیرم. اگه میخواین یاد بگیرید چجوری من این کارو انجام میدم این ویدیو رو حتما ببینید.